نگرانی ها از حملات خونین بر خبرنگاران و تهدیدهای موجود در برابر آزادی بیان. تلاش های تازه برای خصوصی سازی جنگ افغانستان و ایجاد ملیشه ها و پاکستان دوستی استراتژیک را به روسیه پیشنهاد کرده است. به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. مشروع خبرها. ولسی جرگ میگوید که حمله بر کارمندان رسانه ها حمله بر آزادی بیان است و به دلیل بیکفایتی حکومت این دستاورد مهم با تهدید مواجه شده است. اعضای ولسی جرگ میگویند که ادامه این گونه حملات مبهم و خونین از آدرس داعش سالهای تازه را برانگیخته است و حکومت باید در این باره وضاحت بدهد. اعضای ولسی جرگ میگویند که حکومت وحدت ملی قرارداد امنیتی را با ایالات متحده برای ثبات افغانستان امضا کرده است، اما در حال حاضر افغان‌ها به خاطر حضور نیروهای آمریکایی قربانی می‌دهند. بحث آزاد روز چهارشنبه ولسی جرگه بر حمله خونین روز دوشنبه در کابل بر خبرنگاران متمرکز بود و اعضای جرگه این حمله بر کارمندان رسانه‌ها را حمله بر آزادی بیان می‌خوانند. اعضای ولسی جرگه می گویند که به دلیل بیکفایتی حکومت وحدت ملی و ضعف مدیریت نهادهای امنیتی این دستاورد مهم افغانستان با تهدید جدی مواجه است. اعضای ولسی جرگه می گویند که ادامه این حملات از آدرس داعش سوالهای تازه‌ای را برانگیخته است و نیاز است که حکومت به مردم وضاحت بدهد. داد بیان پازاده بانی بریده داد یو حواد پملگی وگرو دغگ اوچتول بانی بریده دا د دې وطن سره ظلم او جفا او تیرې ده. دستاورد 18 ساله 17 ساله میگیم که رسانه ها آزادی بیان است، انتخابات شفاف و آزاد است. نه انتخابات آزاد و شفاف منتظرش هستیم، نه رسانه ها را. گلوی مردم در حال خفه شدن است. عکس های از افراد و اشخاص را در صفحات مجازی میمانه و معمولا این اعلامیه صادر کردن ها توسط داعش توسط هیچ نهاد دولتی و حکومتی هم به بررسی قرار نمی مورد بررسی قرار نمی گیره که این آدرس ها در کجاست و این اعلامیه ها از کجا مورد نشر قرار می گیره. ولسی جرگه می گوید که افغانستان به دلیل بیکفایتی حکومت وحدت ملی با بی‌ثباتی بی‌پیشنه سیاسی و امنیتی مواجه شده است، اما مقام‌های مسئول احساس مسئولیت نمی کنند. ولسی جرگه می گوید با وجود اینکه حکومت قرارداد امنیتی را برای ثبات افغانستان با ایالات متحده امضا کرده است، اما در حال حاضر افغان‌ها به خاطر حضور نظامی آمریکا قربانی می‌دهند. و سفارت آمریکا و قماندانی حمایت قاطع باید به یاد داشته باشد که خود اینها بارها ادعا کرده که ما از افغانستان داریم امنیت لندن و واشنگتن میگیریم. آیا مردم افغانستان امروز در خیابانها و در مراکز رایدهی در مساجد و حسینیه ها مورد هجوم قرار میگیره به خاطر حضور نیروهای خارجی است که در افغانستان آمده و افغانستان عرصه رقابت های بین المللی ساخته است؟ به خاطر حضور نیروهای خارجی است که در افغانستان آمده از اینجا می خواهد امنیت واشنگتن و لندن را تامین کنه. حکومت په جلال آباد که در تیریگی ورونده استریگی نلری او کامده توالات راولم سلور مرکزونه په جلال آباد که در داعش همدل تا وی دیزه انا و انتخار تا مغزه نزی بیاد دی ملت کور دی وزیرانو سر سکی. ولسی جرگه می گوید مراکز انتخاباتی مسئول نیست و حکومت عمدن زندگی مردم را با تهدید مواجه کرده است. اعضای جرگه می گویند که نصب استیکر در تذکره ها فیصله نادرست است، زیرا به گفته آنان این کار در مناطق دوردست کشور به قیمت زندگی مردم تمام می شود. نامی که فعلا از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بیرون داده میشه به مراتب بیشتر از مراکز قبلی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات قبلی بوده، آیا شرایط امنیتی خوبتر شده که اینا مراکز امنیتی را بیشتر از گذشته کرده؟ در این سبب ما اصلاحات میرسه که یک نفر در 4-5 ساعت انتخاباتی میره میگه تذکره می حریق شده گم شده، یا ظرفیت نداره که تثبیت بکنه کنه چهار تذکره در چهار جای امیه مطر قرار بده.
ولوسی جرگه با توجه به این نگرانی های وکیلان تصمیم گرفته است که دوشنبه آینده در کنار مقام های امنیتی مسئولان اداره ثبت احوال نفوذ را نیز استجواب کند. رئیس اجرایی میگوید که عدم پذیرفتن طرح صلح از سوی طالبان مسلح سبب شده است که گروه های مسلح دیگر فعالیت های مسلحانه شان را افزایش بدهند. عبدالله عبدالله هنگام سخنرانی در مراسم به مناسبت روز بین المللی مطبوعات گفت که حکومت به خاطر مسئولیت زندگی خبرنگاران طرح یک جانبه را ایجاد کرده است که در آینده نزدیک تطبیق خواهد شد. در همین حال نهادهای مدافع از رسانه ها و خبرنگاران و اعضای سازمان یونسکو در افغانستان میگویند که خبرنگاران به قیمت سرشان وظیفه انجام میدهند و حکومت باید به زندگی آنان توجه جدی کند. رئیس اجرایی حکومت با اشاره به حملات اخیر در کشور میگوید که عدم پذیرفتن طرح صلح حکومت از سوی طالبان مسلح سبب شده است که گروه های مسلح دیگر با فعالیت هایشان شدت بدهند. عبدالله عبدالله میگوید که گروه های مسلح در نظر داشتند که 400 حمله تروریستی را در ولایات مختلف کشور انجام دهند، اما از این جمله تنها موفق به انجام 80 حمله تروریستی شدند و حملات دیگر آنان از سوی نیروهای افغان خونسا شده است. از جنایتی که مرتکب میشه و دوامدار مرتکب شده علیه مردم افغانستان براءت نداره. در حقیقت گروه جنایتکار طالب بود و هست که با وجود تقاضای مکرر دولت حکومت وحدت ملی و صلح و گفتگو جواب رد داد و با ادامه جنایت زمینه سازی شد که گروه های تروریستی دیگه در افغانستان جا بگیرن و قادر به انجام همچون جنایت شوند. در همین حال نهادهای مدافع از خبرنگاران و نماینده یونسکو در افغانستان حمله خونین روز دوشنبه بر خبرنگاران را محکوم میکنند و از حکومت میخواهند که به زندگی خبرنگاران توجه جدی کند. آنان تاکید میکنند که خبرنگاران بی‌طرف هستند و حکومت به عوض محکومیت‌ها و تقدیرهای بیجا جلوی حلقات را بگیرد که خبرنگاران را عمدن هدف قرار میدهند. دولت وحدت ملی افغانستان مکلف به دستگیری از خانواده‌های شهدا هستند، مکلف به مداوای مجروحین ما هستند، مکلف به تامین امنیت خبرنگارانی که به ساحه جنگ میروند و از رویدادهای تروریستی گزارش‌دهی میکنند هستند. این مکلفیت را حکومت درک میکند و باید هم درک کند. ده هیواد ده اساسی قانون ده حکم پر بنسد او ده ملی وحدت ده مشرتبه ده تاکید بر اساس مکلفی چی ده بیان ده زدی ده پلیکی دو طول شرایط مساید کن او ده مطبعات و ملاتر کن. ده زمر ده قانون حکم دی او ده دی حکم ده پلی کولو ده پاره زمر مکلفیت چرگان دی. These heinous attacks highlight the great risks. حملات وحشیانه اخیر نشان می‌دهد که ژورنالیستان افغان در شرایط دشوار وظایفشان را به پیش می‌برند. معاملان این رویداد باید محاکمه شوند. اما مسئولان می‌گویند که حکومت افغانستان طرح یک جانبه مسئولیت خبرنگاران را ایجاد کرده است که در آینده نزدیک تطبیق خواهد شد. حکومت به منظور امنیت خبرنگاران طرز العمل مسئولیت خبرنگاران را تدوین و اکنون در قالب کمیته مشترک تحت رهبری معاون دوم ریاست جمهوری فعالیت صورت می‌گیرد. اقدامات کمیته مشترک برای بررسی و دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران و همچنان دیگر موارد مربوط به خبرنگاران قابل ستایش است. اول بر رسیدگی به وضعیت موجود و در قدم دوم برای ایجاد اطمینان برای جامعه خبرنگاری و اهل رسانه در تامین امنیتشان و سایر مواردی که مطرح بوده در اوج مطرح شد که همیش مورد قبول رهبری حکومت وحدت ملی و حمایتش هست و انشاءالله شاید اقدامات عملی خواهد بودیم. نهادهای مدافع از خبرنگاران و رسانه ها بر این باورند که برخی حلقات تلاش میکنند که خبرنگاران را عمدن هدف قرار بدهند تا با محدود ساختن آزادی بیان ارقام اصلی و حقایق را در هنگام رویدادها از مردم پنهان کنند. عطا محمد نور والی پیشین بلخ برای ملیشه سازی جدید تلاش می کند. یک منبع به کابل نیوز گفته است که نور در ولایات شمال کشور به شماری از افراد پول می دهد و
میخواهد که به گونه تدریجی قوت را ایجاد کند که در صورت خصوصی شدن جنگ افغانستان از آن استفاده کند. نور پیش از این در دبی نیز با اریک پرنس رئیس پیشین بلک واتر ملاقات کرده بود. اریک پرنس با قصر سفید پیشنهاد کرده است که می تواند در جنگ افغانستان با هزینه کمتری برنده شود. در حالی که دفتر مفتش خاص آمریکا هر سال تعداد تلفات نیروهای افغان را 5000 تن می‌خواند و در سال گذشته نیروها 11% کاهش یافتند، بار دیگر نگرانی‌های افزایش یافته است که ایالات متحده با ضعیف شدن اردوی ملی می‌خواهد تا جنگ افغانستان را به قراردادهای خصوصی بسپارد. بر اساس ارقام اعلام نشده، مقام‌های افغان هر روز در مناطق مختلف کشور از 15 تا 16 سرباز امنیتی کشته می‌شوند، اما این ارقام با ارقام جلب و جذب قابل مقایسه نیست. حکومت افغانستان و ایالات متحده در نظر دارند که به خاطر مهار درگیری ها در نزدیک به 10 ولایت نیروی محلی را در چارچوب اردوی ملی ایجاد کنند که برای یک سال شکل آزمایشی را خواهد داشت و در آن مردم منطقه جذب خواهد شد. مون به ملی اردو که منطقوی قطعات جور کرده او اوس دا ادامه لري. دا منطقوی قطعات په خپل منطقه کې امنیت ساتي او مونږ ته راپور را که ایسی کم مشکلات سی رامنسته کی گی من در دوی در مشکلات و پهلولو اخپل قطعات هستو سی در دوی امنیت خوندی وساتی. به تازگی یک منبع و کابل نیوز گفته است که والی پیشین بلخ به مردم در ولایات شمالی کشور پول و امکانات تازه می دهد تا به گونه تدریجی شکل نظامیان خصوصی قراردادی را به خود بگیرد. رئیس پیشین بلک واتر که پروپوزال هایش را در رابطه به خصوص سازی جنگ افغانستان بر میز ارگ و قصر سفید قرار دارد در دبی ملاقات کرده است. دانوی ملیشی که دو جوله ده فقط ده اردو تضیف اول دی ده اردو بدنام اول دی ده اوست روایم او بیا با پاخر که لکه ده نورو باندی پیمانی که وله پا ده نورو ده باندی ملیشو باندی سی هم ملیشه ملیشه نسه اردوم للا سلال آخر به داست یه نتیجه سی. یعنی زی وایم چی دیدی ضرورت چی ده دا چه کولی سی دوی کم قوت ده. اریک پرنس رئیس پیشین بلک واتر و رئیس کنونی گروپ خدمات سرحدی میگوید که با فرستادن 5500 نظامی قراردادی و 90 تیاره جنگی به افغانستان میتواند مصرف 45 دلاری جنگ آمریکا را به 10 میلیارد کاهش بدهد. مرا سیاستمداران در آمریکا و مشاورین امنیتی پنتاگون دخیل ساختن یک اردوی متعارف در جنگ را مفید نمیخوانند، زیرا اردو قوانین جنگ را مراعات خواهد کرد و به حاکمیت و تمامی ارضی کشور میزبان و کشورهای همسایه احترام خواهد داشت. اما نظامیان قراردادی خصوصی تابع این قوانین نیستند. آگاهان سیاسی سپردن جنگ افغانستان با کمپانی های امنیتی را به معنی ادامه جنگ میدانند، زیرا به باور آنان منفعت شرکت های خصوصی در ادامه جنگ و تقویت گروه های تروریستی نهفته است. ملیشه سازی یا ملیشو کار په افغانستان کې نه تنها څه ګټه نه لري بلکې ډیر زیات زیان لري. ملیشه موږ تاسو سابق په افغانستان کې د شاهد وو چې همدغه ملیشه وي چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله قدرت یا واکمنی نسکوره کړه. علاوه هم یو څوک چې قانونمند یعنی قانون ته تابع نه وي د پاوز یا د افغانستان امنیتي ځواکونو په دننه کې په لیکو کې نه وي، د دې سبا پوښتنه څوک کولی سي، دې ګردېدنه څوک کولی سي؟ تاسو د محلي پولیسو شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې داسې محلات د محلي پولیسو په لاس کې دي اوس چې دوی د افغانستان پورې ظلم کوي. ملیشه چې مابین ته راغلی قوت نیمایي سه، ملیشه چې مابین ته راغله د دیسپلین کامل له بینه لاړ، ملیشه چې مابین ته راغله د خپل عسکر زړه مات سه چې موږ خدمت کوو، موږ فداکاري کوو، شهید ورکوو، نوم به د ملیشه او ملیشه فورا د خپل سلام خرڅوي، هر څه خرڅوي، خپل دښمن سره ارتباطات پیدا کوي. لیدلی د څو یهودي پیسو په مقابل کې ملیشه کیږي؟ کوم احساس د وطن خو سره نسته؟ نو کتن پیسې ورکه تا خدمت کوي که هغه پیسې ورکه هغه ته خدمت کوي. حکومت افغانستان پیش از این با طرح خصوصی‌سازی جنگ افغانستان مخالفت نشان داده بودند، اما اکنون به نظر می رسد که ایالات متحده به یک شکل جدید حکومت وحدت ملی را در این بخش با خود هماهنگ ساخته است.
در پی حملات 11 سپتامبر که اعضای شبکه القاعده به دست داشتن در آن متهم شناخته شدند، آمریکا و متحدینش پس از 10 سال جنگ در افغانستان زیر نام مبارزه با تروریسم، در ماه می سال 2011 میلادی اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده توسط نظامیانش در ایبت آباد پاکستان کشته شد. با گذشت 7 سال از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، هنوزم افغانستان و منطقه شاهد آرامش نیست. در حالی که جهان نشر تروریسم در امان نیست، نه تنها تروریسم از بین نرفته، بلکه گروه های جدید تروریستی مانند داعش در حال گسترش است که امنیت افغانستان و جهان را تهدید می کند. برخی اعضای ولسی جرگه در مورد کشته شدن بن لادن می گویند که آمریکا سناریوهای مبارزه با تروریسم را زیر نام شبکه القاعده و داعش به پیش می برد و نمی خواهد که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کند. آمریکایی ها از گروه های تروریستی خودشان در بعضی شرایط و زمان استفاده میکنن، گاهی که وظیفه خود انجام دادن اونا را از یک منطقه به دیگر منطقه به اثر فشار مهاجر میسازن. همه این بازی های نمایشی است و تمام عقلا و مردم های دنیا میفهمند که عامل تروریسم کیست، به وجود آورندهش کیست، اکمال کننده جنگ 17 ساله کیست. اگر طالب با اقتدار در برابر 200 هزار قوات های ناتو و داخلی میجنگه، ایرا نمیفهمند که پشت سر از یک مال کننده جنگ نایلان شده کی است. همه بازی های سیاسی است. از سوی دیگر حضور دوامدار آمریکا در افغانستان باعث افزایش رقابت های قدرت های منطقه و جهان نیز شده است، زیرا به باور برخی اعضای ولس جرگه، آمریکا با برنامه های استخباراتی جنگ مبارزه با تروریسم را بر اساس منافع شخصی خود به پیش میبرد تا در کنار تهدید برخی کشورهای جهان حضور نظامی دوامدار در افغانستان داشته باشد. یک زمانی روس میخواست که رسید امریکا را از یک طریق نزدیک شوه و پایش بکشانه و اقتصادی از او را و حالت نظامی از او را ضعیف بسازه، آمد وارد افغانستان شد که بخواه او را ضعیف بسازه. یک زمانی دیگر هم خواست امریکا که انتقام ویتنام بگیره و روس را شکست بده. بنابراین افغانستان با توجه به جیوپولیتیک و موقعیت جیوستراتژیکش متاسفانه هدف حملات و هدف اهدافی کشورهای قدرتمند قرار دارد. اکنون با گذشت 17 سال از آغاز عملیات نظامی آمریکا در افغانستان، تنها چیزی که برای آمریکا دستاورد شمرده می شود کشته شدن بن لادن است. اما انتقادها این است که چرا آمریکا بر منابع اصلی تروریسم در خاک پاکستان اقدام نمی کند. برخی تحلیلگران به این نظرند که اهداف آمریکا در این منطقه احصار رقبای این کشور مانند چین و روسیه است که تا هنوز به این اهداف دست نیافته است. امریکا حاجی جمعه خان بزرگترین قاچاقبر مواد نشابور افغانستان را رها کرده است. حاجی جمعه خان مانند قاچاقبران بزرگ دیگر مواد مخدر به همکاری مالی با طالبان مسلح نیز متهم بود. عوامل رهایی وی تو هنوز روشن نشده است، اما برخی رسانه‌های آمریکایی میگویند که ممکن اداره استخباراتی آمریکا با وی معامله پنهانی کرده باشد. گفته می شود که جمعه خان قبل از گرفتاری با اداره مبارزه بر ضد مواد مخدر آمریکا نیز همکاری میکرد و به همین دلیل به آمریکا نیز سفر کرده بود. جنبه تاریک جنگ افغانستان. رسانه آمریکایی انترسپ آنلاین میگوید که حکومت آمریکا حاجی جمعه خان بزرگترین قاچاقبر مواد مخدر افغانستان که به همکاری گسترده مالی با طالبان مسلح متهم بود را رها کرده است. گفته می شود که حاجی جمعه خان 64 ساله باشنده ی ولایت نیمروز افغانستان است. کارمندان اداره CIA آمریکا جمعه خان را در ماه اکتبر سال 2008 در جاکارتا پایتخت اندونزیا گرفتار کردند و در آن زمان وی را رئیس بزرگترین شبکه قاچاق مواد مخدر به سطح آسیای مرکزی خوانده بودند. سارنوالان آمریکایی در آن زمان ادعا کرده بودند که این قاچاقبر بزرگ مواد مخدر در کنار کمک‌های مالی با طالبان مسلح در سازماندهی حملات انتحاری نیز با این گروه همکاری می‌کرد که در نتیجه این حملات به شمار زیادی از افغان‌ها و اتباع آمریکا تلفات وارد شده است. اکنون محاکمه و رهایی بدون دلیل واضح وی سوال‌های تازه‌ای را برانگیخته است. این رسانه آمریکایی میگوید که ممکن اداره استخبارات مرکزی آمریکا با حاجی جمعه خان معامله کرده باشد، زیرا قبل از گرفتاری وی نیز با این اداره همکاری داشته است. رهایی وی نشان می‌دهد که معامله جدیدی انجام داده است و در بدل کاهش مدت حبسش به همکاری حاضر شده است. سارنوال بخش جنوبی نیویورک و اداره مبارزه بر ضد مواد مخدر از ابراز نظر در رابطه با رهایی جمعه خان خودداری کرده‌اند.
سرنوال آمریکایی و اداره مبارزه آمریکا بر ضد مواد مخدر از ابراز نظر در مورد رهایی وی خودداری کردند. اعضای شورای ملی نیز میگویند که آمریکا در قاچاق مواد مخدر دخیل است، زیرا قاچاقبران بزرگی که مواد مخدر را با طیاره‌ها انتقال می‌دهند گرفتار نمی‌شوند. دهقین برای 1 کیلو گرفتن حاصل 1 کیلو تریاق یا مواد مخدر اینا زندانی میشن، اما قاچاقبرای بین‌المللی مواد مخدر شب تیاره را مملو از مواد مخدر میکنه، پرواز میکنه، کسمانیشون نمیشه. شهر او کلمن تا ډیر داس خل دی چغه په ډیر کم مواد سره گیر شوی دی. اریزی ارایز راوډی چې موږ دی یو پولی چرخی نه صرف په ولایت ته تبدیل شو، د اغوی د پاره قانون جوړ کړی دی چې نه اغوی بنه تبدیلیږي، ولې اغه څوک چې غټ کاچاک بردی اغوی دغه سیاست ګرځي، د اغوی ارڅ ژوند پام دی مرکز او ولایت مرکزونو کې په امن کې دی. این قاچاقبر بزرگ به سطح افغانستان واسیای مرکزی در حال رها می شود که ارقام حکومت افغانستان و سازمان ملل نشان می دهد که سال گذشته در افغانستان بیشتر از هر وقت دیگر کوکنار کشت شده است. از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در خاک پاکستان 7 سال سپری شد. آگاهان می گویند با آنکه 7 سال از کشته شدن اسامه بن لادن می گذرد، تهدید تروریسم از بین نرفته است، بلکه گروه‌های تازه تروریستی قد علم کرده که امنیت افغانستان و جهان را به طور جدی تهدید می‌کنند. برخی اعضای جرگه در مورد کشته شدن بن لادن می‌گویند که اهداف مبارزه با تروریسم آمریکا تمرکز بر منافع ادامه جنگ این کشور دارد که نمی‌خواهد جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کند. اعضای ولسی جرگه می‌گویند که آمریکا بر اساس بازی‌های استخباراتی جنگ مبارزه با تروریسم را زیر نام القاعده و داعش به پیش می‌برد که برنده این جنگ وجود ندارد. در پی حملات 11 سپتامبر که اعضای شبکه القاعده به دست داشتن در آن متهم شناخته شدند، آمریکا و متحدینش پس از 10 سال جنگ در افغانستان زیر نام مبارزه با تروریسم، در ماه می سال 2011 میلادی اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده توسط نظامیانش در ایبت آباد پاکستان کشته شد. با گذشت 7 سال از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، هنوزم افغانستان و منطقه شاهد آرامش نیست. در حالی که جهان از شر تروریسم در امان نیست، نه تنها تروریسم از بین نرفته، بلکه گروه‌های جدید تروریستی مانند داعش در حال گسترش است که امنیت افغانستان و جهان را تهدید می‌کند. برخی اعضای ولسی جرگه در مورد کشته شدن بن لادن می‌گویند که آمریکا سناریوهای مبارزه با تروریسم را زیر نام شبکه القاعده و داعش به پیش می‌برد و نمی‌خواهد که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کند. آمریکایی‌ها از گروه‌های تروریستی خودشان در بعض شرایط و زمان استفاده میکنن، گاهی که وظیفه خود انجام دادن اونا را از یک منطقه به دیگر منطقه به اثر فشار مهاجر میسازن. همه این بازی های نمایشی است و تمام عقلا و مردم های دنیا میفهمن که عامل تروریسم کیست، به وجود آورندهش کیست، اکمال کننده جنگ 17 ساله کیست. اگر طالب با اقتدار در برابر 200 هزار قوات های ناتو و داخلی می جنگه، اینا نمیفهمن که پشت سر از یک مال کننده جنگ نایلان شده کی است. همه بازی های سیاسی است. از سوی دیگر حضور دوامدار آمریکا در افغانستان باعث افزایش رقابت های قدرت های منطقه و جهان نیز شده است، زیرا به باور برخی اعضای ولسی جرگه آمریکا با برنامه های استخباراتی جنگ مبارزه با تروریسم را بر اساس منافع شخصی خود به پیش میبرد تا در کنار تهدید برخی کشورهای جهان حضور نظامی دوامدار در افغانستان داشته باشد. یک زمانی روس میخواست که رسید امریکا را از یک طریق نزدیک شود و پایش بکشاند و اقتصادی از او را و حالت نظامی از او را ضعیف بسازه، آمد وارد افغانستان شد که بخواه او را ضعیف بسازه. یک زمانی دیگر هم خواست امریکا که انتقام ویتنام بگیره و روس را شکست بده. بنابراین افغانستان با توجه به جیوپولیتیک و موقعیت جیوستراتژیکش متاسفانه هدف حملات و هدف اهداف کشورهای قدرتمند قرار دارد. اکنون با گذشت 17 سال از آغاز عملیات نظامی آمریکا در افغانستان، تنها چیزی که برای آمریکا دستاورد شمرده می شود کشته شدن بن لادن است. اما انتقادها این است که چرا آمریکا بر منابع اصلی تروریسم در خاک پاکستان اقدام نمی کند. برخی تحلیلگران به این نظرند که اهداف آمریکا در این منطقه احصار رقبای این کشور مانند چین و روسیه است که تا هنوز به این اهداف دست نیافته است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواهان پایان دادن به جنگ افغانستان است. رند پال سناتور جمهوری خواه ایالات متحده میگوید که در گفتگو با ترامپ به این نتیجه رسیده است که رئیس جمهور دیگر طرفدار مداخله در امور کشورهای دیگر نیست. رند پال میگوید که ترامپ به گونه مکرر گفته است که دیگر باید از این جهنم خارج شویم. رئیس جمهور ایالات متحده بر این مسئله غور میکند که به جنگ افغانستان پایان داده شود. رند پال سناتور جمهوری خواه آمریکا میگوید که در گفتگوهای اخیر با رئیس جمهور ترامپ به این نتیجه رسیده است که قصر سفید میخواهد تا دیگر به این جنگ پایان بدهد. روزنامه واشنگتن پست میگوید که رند پال با حضور نیروهای آمریکایی در خارج از کشور مخالف است و دونالد ترامپ هنگام معرفی مایک پامپیو به حیث وزیر خارجه جدید ایالات متحده به خاطر جلب حمایت وی گفته است که پالیسیش را در رابطه به جنگ افغانستان تغییر میدهد. پال میگوید که پس از مکالمه تلفنی اخیر با ترامپ به این باور رسیده است که ترامپ به نظر زمان کمپاین‌های انتخاباتیش متمایل شده است که دیگر در سیاست‌ها و امور کشورهای جهان مداخله نمی‌کند. رئیس جمهور با گونه مکرر برای این گفته است که دیگر از این جهنم خارج می شویم. به نظر من رئیس جمهور متمایل به پایان دادن جنگ در افغانستان است. ما در جریان تغییر پالیسی افغانستان هستیم. فکر می کنم قصر سفید بر اساس دلایل مختلف در این بخش وضاحت نمی دهد. اما جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده این گفته ها را دروغ می خواند و می گوید تا زمانی که در افغانستان و سوریه حل سیاسی جستجو نشود، نیروهای آمریکایی در این دو کشور مستقر خواهند بود. در همین حال روزنامه گاردین میگوید که با افزایش تلفات ملکی در جنگ افغانستان نیز پیشرفت نشده است و در نبودی یک استراتژی کامل آمریکا، افغانستان در حال مبدل شدن به میدان آموزش نیروهای آمریکایی و لابراتوار سلاح‌های این کشور است. در ماه گذشته اپریل به 500 فرد ملکی در افغانستان تلفات وارد شده است. بر اساس یافته‌های گروه عدالت‌خواهی و مسئولیت افراد ملکی در نتیجه حملات مختلف و درگیری‌های مسلحانه، در ماه اپریل 188 فرد ملکی کشته و 306 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس یافته‌های این گروه، بیشتر تلفات در این ماه در کابل به مردم وارد شده است که رویداد بزرگ تلفات ملکی در منطقه قلعه نظر دشت برچی بوده است. گروه عدالت‌خواهی و مسئولیت افراد ملکی همچنان می‌گوید که در حملات هوایی دشت برچی کنداز نیز 50 فرد ملکی کشته و 70 تن دیگر زخمی شدند. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید بیشتر کمک‌های صورت گرفته با معارف افغانستان ضایع شده است. بر اساس یافته‌های تازه دیدبان شفافیت افغانستان، بیشتر کمک‌های خارجی با سکتور معارف از سوی کمک کنندگان خارجی و حکومت به گونه درست به مصرف نرسیده است و در حال حاضر 8000 باب مکتب ساختمان ندارد. مسئولان وزارت معارف میگویند که پلان اصلاحات در سکتور معارف را ایجاد کردند و در حال تطبیق شدن است. دیدبان شفافیت افغانستان گزارش تازه‌اش در رابطه با چگونگی کمک‌های بین‌المللی با سکتور معارف را نشر کرد. این نهاد می‌گوید که از سال‌های گذشته به این سو میلیون‌ها دلار با سکتور معارف کمک شده است، اما این سکتور هنوز هم با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می‌کند و بزرگترین مشکل آن نبود ساختمان برای مکاتب است. بر اساس یافته‌های این نهاد، در حال حاضر 8000 باب مکتب اصلاً ساختمان ندارد. 40% مکاتب دارای ساختمان صنف درسی کافی ندارد. 70% مکاتب با آبیسیهی دسترسی ندارد. 43% مکاتب معلمین مسلکی ندارد و 70% مکاتب کتاب های درسی ندارد. در حدود نیمی از مکاتب ما که در حدود 8000 مکتب میشه بدون تعمیر باشه و مکاتب که تعمیر دارد باز هم با مشکل جدی کمبود صنوف مواجه هستند که مجبور هستند در چندین شفت باید کار کنند و یا هم ای که مجبور هستند که یک تعداد از شاگردان را در بیرون از مکتب داشته باشند. مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان میگویند که بخش بزرگ کمک های صورت گرفته با معارف با گونه درست یا مدیریت نشده و یا هم از سوی افراد حکومتی و یا هم دونرهای خارجی در آن فساد صورت گرفته است. سکتور معارف با وجود از اینکه میلیاردها دلار کمک به این سکتور صورت گرفته، هنوز هم به مشکلات جدی مواجه است و متاسفانه استفاده درست از کمک های خارجی صورت نگرفته که در این قسمت هم حکومت افغانستان و هم مساعدت کننده های بین المللی
کمکاری کردن و یا هم فساد در ارائه از این خدمات وجود داشت. در همین حال مقام های وزارت معارف در رابطه به تایید و ایراد این گزارش چیزی نمیگویند، اما می افزایند که وزارت معارف روند اصلاحات را با منظوری رئیس جمهور غنی آغاز کرده است. ما پلان رفرم وزارت معارف رو روی دست گرفتیم که به صورت شبانه روزی در 4 ماه 5 ماه گذشته مقامات وزارت معارف به شمول سرپرست وزارت، معین صاحبا، رؤسا کار کردن، حتی روزهای پنجشنبه و جمعه. این گزارش تازه دیدبان شفافیت افغانستان در رابطه به نظام معارف در حالی است که بر اساس ارقام اخیر در حال حاضر بیشتر از 1000 باب مکتب در افغانستان به دلیل ناامنی ها مسدود شده است. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان میگردد، با ما باشید. باز هم خوش آمدید به ادامه خبر از جهان. اسلام آباد دوستی استراتژیک چند جانبه را به مسکو پیشنهاد کرده است. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که این پلان همکاری های استراتژیک علاوه بر تقویت رابطه دو جانبه با صلح و ثبات منطقه نیز کمک خواهد کرد. آگاهان سیاسی میگویند که مسکو ممکن به این دلیل از این پیشنهاد پاکستان استقبال کند که هند متحد سنتی روسیه در این اواخر رابطه نزدیکی با ایالات متحده پیدا کرده است. پاکستان در حال همکاری استراتژیک را به روسیه پیشنهاد میکند که این رقبای زمان جنگ سرد 70مین سالگرد رابطه دیپلماتیکشان را تجلیل میکنند. سپاس از همراهیتون به اخبار این ساعت. وقتتون خوش. خداوند نگهدارتون.